سلام دوستای خوبم، به وبسایت به یوتیوب چنل من خوش اومدید. من الان تصمیم دارم که تو این یوتیوب چنل در مورد این مسائل، چند تا از مسائلی که به زندگی روزمره تو کانادا و به خصوص استان آلبرتا مربوط میشه باهاتون صحبت بکنم. چون وقتی که من خودم اومدم اینجا مجبور شدم خیلی از این اطلاعات رو از سورس های مختلف به دست بیارم یا خیلی سرچ کنم و به خاطر همین احساس کردم که واقعا یک نیازی هست به یک سورسی که بتونه این اطلاعات رو به صورت up to date در اختیار مثلا ایرانی ها قرار بده، ایرانی هایی که میان اینجا برای کار، تحصیل یا مهاجرت. البته میدونم که خیلی وبلاگ ها و وبسایت هایی هستن که به صورت نوشتاری این اطلاعات رو ممکنه در اختیارتون قرار بدن، ولی خب چون خودم خیلی دوست دارم که بیشتر حالت آدیو داشته باشه یا حالت ویدیو باشه، من تصمیم گرفتم که این یوتیوب چنل رو درست کنم و امیدوارم شما هم اینجوی بکنید. اگر سوالی یا فیدبکی دارید در زیر هر ویدیو برای من کامنت بذارید و من سعی میکنم تا در ویدیوهای بعدیم در مورد این موضوعهایی که خاصی که شما میخواید بیشتر صحبت بکنم. توی ویدیوهایی که میخوام تصمیم گرفتم بذارم، تصمیم دارم در مورد هلت کیر سیستم یعنی سیستم بهداشتی کانادا صحبت بکنم، در مورد سکولز یا مدارسشون، هاوزینگ یعنی خونه اجاره کردن، با اینکه شما میاد اینجا چجوری مثلا میتونید روزای اول کجا بمونید، گروسری شاپینگ یعنی مثلا شما میخواید برید که مثلا خریدای روزمرتون رو بکنید، میوه بخرید، مواد شوینده بخرید، ویدر یا هوای اینجا که چجوری هسته چون خیلی فرق داره، cost of living یعنی هزینه زندگی توی اینجا معمولا چقدره، مثلا اگه آدم بتونه خیلی خوب منیج کنه چه مقدار هزینه احتیاج داره، یا اینکه مثلا البته سعی میکنم همه اینا در حد اینه که به شما یه آیدیا بده، employment یعنی اینکه بخواید کار پیدا کنید، یا اینکه مثلا ورکشاپ هایی که اینجا هستش برای employment یا رزومه نویسی یا مسائل دیگه، lottery چون که میدونید که اینجا لاتاری یا فکر کنم بهش میگن کارتای بخت آزمایی فکر کنم هستش، انواع مختلف لاتاری اینجا وجود داره. البته این بیشتر واسه فانه، ولی خب حالا بازم من پیش خودم فکر کردم که بهتره که در مورد این موضوع هم صحبت کنیم. یونیورسیتی اند کالجز در مورد یونیورسیتی ها، کالج ها، کالج مثلا جاهایی که شما میتونید یک حرفه یا یک مهارتی رو یاد بگیرید، پابلیک لایبرری اینجا کتابخونه ها هم نقش خیلی مهمی رو دارن، در مورد وبسایت هاشون صحبت میکنیم، خدماتی که ارائه میدن، ترانزیت سیستم یعنی مثلا اینکه شما حمل و نقل عمومی، اینترنشنال فود چون ما میدونیم که خیلی از غذاهایی که ما میخوریم ما بهش علاقه خاصی داریم، یعنی که ممکنه بعضی این غذاها توی این فروشگاه‌های بزرگ پیدا نشن، از کجا میتونیم مثلا ما کشک پیدا کنیم یا رشته آشی پیدا کنیم، ریکریشن در مورد تفریحات اینجا میتونم براتون بگم، البته همه اینا در حد دانش خودم، ممکنه خیلی از تفریحات باشه که من ازش خبر ندارم، رستورانت سعی میکنم در مورد رستوران ها تا اونجا که میتونم براتون توضیح بدم، در مورد فست فود ها یا رستوران های که مثلا غذاهای ملیت های مختلف رو دارن، باینگ کار اگه شما بخواید ماشین بخرید چه آپشن های وجود داره، چه مسائلی رو باید کانسیدر کنید، و بانکینگ. بانکینگ تو قسمت بانکینگ تصمیم دارم که برای شما توضیح بدم که وقتی که میرسید اینجا چطوری میتونید حساب بانکی باز کنید، بانک های مهم اینا چه هستن، و اینکه تفاوت های سیستم بانکی اینجا رو با ایران تا اونجایی که میتونم براتون توضیح بدم، و اینکه حتی بتونم در مورد خدمات، سرویس ها یا اون پروداکت هایی که بانک ها ارائه میدن تا اونجایی که اطلاع دارم براتون توضیح بدم. امیدوارم که این اطلاعات بتونه کمک کنه
هموطنام، و خصوصا وقتی که میان اینجا و کمتر دچار مشکل بشن، چون که آدم اولش که از ایران میادش میخواد اینجا ستل بشه، بالاخره جامعه جدید، هزینه ها، چون که ما مجبوریم پول رو چنج کنیم، خیلی برامون مهمه که بتونیم به قوله make the most کنیم، یعنی مثلا پولمون رو هدر ندیم. به خاطر همین اگر بتونید اطلاعات درست رو داشته باشید، خیلی میتونه کمکتون کنه، هم توی اون که مثلا سیوینگتون رو خیلی زود از دست ندید، و اینکه بتونید که راحت تر جا بیفتید، شاید بهتر زودتر کار پیدا کنید و تصمیمات درست تری بگیرید. البته این اولین ویدیوییه که من آپلود میکنم و سعی میکنم هر شب در مورد یکی از این موضوعهایی که گفتم یه ویدیو براتون بذارم. البته ویدیو بیشتر حالت پاورپوینتیه که من خودم روش وایس میذارم، ولی اگه هوا خوب بشه و بتونم برم بیرون، سعی میکنم از هم فضای بیرون هم براتون فیلم بگیرم، ویدیو درست کنم، تا اینکه با اون موقعیت واقعی بیشتر آشنا بشید. در ادامه بازم تاکید میکنم اگر شماها نظر، فیدبک، کامنت، یا اینکه مثلا یه مسئله به خصوصی هستش که دوست دارید در موردش بیشتر بدونید، برای من کامنت بذارید و من براتون توضیح میدم. لطفاً این چنل من هم ساپورت بکنید، هم لایکش کنید، هم سابسکرایبش کنید، که من هم دلگرم بشم و براتون ویدیوهای بهتری بذارم. فعلا تا ویدیو بعدی، خداحافظ.